سخت خبرها. رژیم صهیونیستی زائده ای مهلک و زیان بخش برای این منطقه است و به یقین ریشه‌کن و ازاره خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار گسترش جهاد علیه اسرائیل شده. اطلاع خامنه‌ای میگوید ایران برای مسلح شدن گروه‌های فلسطینی برنامه‌ریزی کرده بود. سانحه هوایی در کراچی پاکستان با دست کم 11 کشته، یک هواپیمای مسافربری با حدود 100 سرنشین روی ساختمان‌های مسکونی سقوط کرد. گذشتن شمار قربانیان ویروس کرونا در برزیل از مرز 20,000 نفر. چین میگوید امسال برای رشد اقتصادش هدف تعیین نمی‌کند. ادامه خروج از پیمانهای بین‌المللی در دولت دونالد ترامپ. واشنگتن میگوید تا 6 ماه دیگر از معاهده آسمان‌های باز خارج می‌شود. سلام بر شما، عصر بخیر. به این مجموعه خبری از بی بی سی در لندن خوش آمدید. من علی حمیدانی هستم. برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تظاهرات در آخرین جمعه ماه رمضان که در مخالفت با اسرائیل روز قدس خوانده می شود به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشده. به جای این تظاهرات رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی تلویزیونی یک بار دیگر از حمایت ایران از آنچه گروه‌های مقاومت علیه اسرائیل خوانده سخن گفته و آنچه صهیونیسم خوانده را به ویروس کرونا تشبیه کرده. همه پس از چند روز جنجال بر سر پوستری که دفتر او در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که در آن از عبارت راه حل نهایی درباره اسرائیل استفاده شده بود، نام عملیات کشتار یهودیان توسط آلمان نازی. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. روز قدس سال 99 زیر سایه ویروس کرونا به این شکل برگزار شد. امروز روز قدس است. سخنرانی آیت الله خامنه‌ای با ویژگی‌های نادر از جمله روحانی یک متن از پیش تهیه شده بدون اضافه کردن نکاتی بداهه یا نشستن پشت میزی که ظاهراً فقط برای این سخنرانی ساخته شده. سیاست عمده استکبار و صهیونیسم بر اساس بیانیه‌ای که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی پیشتر منتشر کرده بود، جز این سخنرانی هیچ مراسم دیگری به مناسبت روز قدس در سراسر ایران برگزار نشد. روزی که در آخرین جمعه ماه رمضان هر سال با تبلیغات ضد اسرائیلی درآمیخته و همواره با راهپیمایی‌های دولتی همراه است. اما اثرات کرونا بر روز قدس تنها به برگزار نشدن راهپیمایی خلاصه نشد. برخی برای توجیه این رفتار زشت استدلال می‌کنند که رژیم صهیونیستی واقعیتی در منطقه است، بی اون که بیاد آورند که با واقعیت‌های مهلک و زیان بخش باید مبارزه کرد و آن را ازاله کرد. امروز کرونا یک واقعیت است و همه انسان‌های باشعور مبارزه با آن را واجب می‌دانند. ویروس دیرپای صهیونیسم بی گمان از این پس دیری نمی پاید و به همت و ایمان و غیرت جوانان از این منطقه ریشه‌کن خواهد شد. آقای خامنه‌ای در حالی ایدئولوژی صهیونیسم را به ویروس کرونا تشبیه کرد که اخیراً به دلیل انتشار این پوستر بار دیگر با اتهام یهود ستیزی روبرو شد. بر روی این ترک در وبسایت آقای خامنه‌ای منتشر شد از عبارت راه حل نهایی استفاده شده، عنوانی که در آلمان نازی برای برنامه نسل کشی یهودیان استفاده شده بود. این عبارت همچنین توسط گروه‌های راست افراطی که اعتقادات یهود ستیزانه دارند برای حمایت از نسل کشی گسترده یهودیان استفاده می‌شود. اما رهبر ایران این اتهامات را قبول ندارد. طرح همه پرسی از همه ادیان و اقوام فلسطینی که از نزدیک به دو دهه پیش از این ارائه کرده ایم تنها نتیجه ایست که باید بر چالش های امروز و فردای فلسطین مترتب شود. این طرح نشان می دهد که ادعای یهودی ستیزی که غربیان با بوغهای خود آن را تکرار می کنند به کلی بی اساس است.
در سرزمین‌های فلسطینی هم روز قدس سال 99 شباهتی به سال‌های پیش نداشت و به مراسمی کوچک در غزه محدود ماند. فی یوم القدس العالمی، مراسمی که توسط سازمان حماس برگزار شد و در آن فوزی برهوم، سخنگوی سازمان حماس، خواستار معامله‌ای با اسرائیل برای آزادی زندانیان فلسطینی شد. در کرانه غربی اما به جای روز قدس، تشکیلات خودگردان مشغول رایزنی‌های دیپلماتیک در ارتباط با طرح الحاق شهرک‌های یهودی‌نشین سرزمین‌های فلسطینی به اسرائیل بود. روز جمعه محمد اشتیه نخست وزیر فلسطینیان با سون کانفان بورکسدوف نماینده اتحادیه اروپا در کرانه غربی و نوار غزه ملاقات کرد. دیداری که در نهایت به حمایت این اتحادیه از خواسته فلسطینی‌ها انجامید. کیوان حسینی، بی بی سی. اجازه بدید که با مهدی مهدوی، آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، صحبت بکنیم که از بن آلمان با ما هستن. آقای مهدوی آزاد، آقای خامنه‌ای معمولاً برای روز قدس سخنرانی نمی‌کردند. امسال حالا به دلیلی که تظاهرات برگزار نشد، این سخنرانی تلویزیونی صورت گرفت. چه تفاوتی داشت اظهارات امروز او؟ آیا نکته‌ای تازه‌ای داشت؟ درست میگید. با اینکه در واقع مبارزه با اسرائیل و روز قدس سیاست رسمی جمهوری اسلامی است، از سال 58 با فرمان آقای خمینی شروع شده، منتها حکومت همیشه تلاش میکرد به اون شکل غیر حکومتی بده. یعنی مثلا از سال 96 97 و 98 در 3 سال اخیر که سخنران اصلی علی لاریجانی بود، باز کسی رو انتخاب میکردن که رئیس مجلس باشه. قبل از او اگر می آوردن حتی مقامات میان رتبه می آوردن. سال 95 قائم مقام به سپاه حسین سلامی رو آوردن که الان فرمانده سپاه پاسداران است. نفس اینکه امسال به آقای خامنه‌ای اومد یه تفاوت خیلی بزرگه. سازمان تبلیغات اسلامی البته ادعاش این بودش که ما به خاطر روز مشکل کرونا داریم چه این کار رو میکنیم. گفت ساعت 12 وقت تهران همه برنامه‌های رادیو تلویزیونی قطع میشه و آیت الله خامنه ای رو نشون میدن. منتها این نکته که آقای خامنه این نطقش روی کاغذ نوشته بود، از روی کاغذ خوند، اینکه برخلاف در واقع تبلیغاتی که سازمان تبلیغات کرده بود، خطابش آنچنان که گفته بودن امت اسلام نبود، لحن نسبتاً محافظه‌کارانه‌اش و در این حال لحن بسیار متناقضش نشون میده که شاید احتمالاً ما داریم وارد یک مرحله تازه در سیاست خارجی ایران میشیم. فقط اولین نکته‌ای که من میخوام بهش اشاره بکنم این وسط، این در واقع تناقض بزرگی است که با آیت الله خامنه‌ای داشت. یعنی مدام سازمان تبلیغات اسلامی میگفت آقای خامنه‌ای میخواهد با امت اسلامی سخنرانی کنه، صحبت کنه. شما اگر سخن آقای خامنه‌ای رو ببینید، بارها به نخبگان، به فعالان، به تقریبا به تمام سیاستمداران جهان عرب و خائن، یعنی به بخش بزرگی از نخبگان رو اسمشون گذاشت خائن، به خاطر سیاستی که خودش الان در سوریه داره اجرا میکنه. فکر می‌کنم این ادامه‌ی همون تناقض گذشته سیاست جمهوری اسلامی که حالا وارد یه فاز تازه شد. آقای مهدوی آزاد، در بخشی از اظهارات آیت الله خامنه‌ای همینطور گفت که او و حکومت ایران یهودستیز نیستند. این رو بگذارید در سایه پوستری که به هر حال 3 روز پیش منتشر شد، اون عبارت راه حل نهایی یا به انگلیسی the final solution، عبارتی که آقای ظریف هم در توییتی استفاده کرد، این دو رو شما چطور کنار هم میگذارید؟ ببین، موضع رسمی ایران واقعیت نستش که در این حوزه دچار تناقض ساختاریست. خودشون هم میدونن تناقض دارن، به این خاطر که هدف و اون چیزی که ته دلشون هست رو جرأت ندارن بگن، نمیتونن بگن ما با یهودی ها مشکل داریم. به همین خاطر این تناقض ها نشون میده. شهریور سال 1187، اون زمان آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بود، اسفندیار رحیم مشایی که معاون آقای احمدی نژاد بود سخنرانی کرد، گفت ما با مردم اسرائیل مشکل نداریم، با حکومت و دولت اسرائیل مشکل داریم. آیت الله خامنه ای حدود یک ماه بعد 29 شهریور به آقای مشایی حمله کرد بدون اینکه اسم او رو بگه. گفت این ایده غلطه و گفت مردم اسرائیل مگه کیا هستن؟ همینایی هستن که مزرعه های مردم رو گرفتن، دارن جنایت میکنن. و گفت ما با قاصبین اسرائیل مشکل داریم و قاصبین اسرائیل فقط دولت نیست، کسانی که در اسرائیل دارن زندگی میکنن هم قاصب هستن. حالا همین آقای خامنه ای هفته پیش اومد گفتش که ما سیاستمون مشکلی با مردم نداریم، یعنی دقیقاً یک تغییر جهت 180 درجه. در حوزه هولوکاست هم همین تناقض رو میبینیم. واقعیت نیستش که چون حکومت نمیخواد ایده واقعی پشت ذهنش رو به صراحت بگه و نمیتونه بگه، در بعد ظاهری این تناقض ها خودشون نشون. آقای مهدوی آزاد، ممنون میشم سوال آخر رو کوتاه‌تر جواب بدید. اولین مهمان حکومت جمهوری اسلامی ایران وقتی تشکیل شد یاسر عرفات بود. ما همواره دونستیم که به هر حال حکومت در ایران، جمهوری اسلامی ایران، حمایت میکنه از آنچه که مقاومت میخواند. اما اظهار نظر آیت الله خامنه ای درباره مسلح کردن این گروه های مقاومت که به طور صریح هم امروز بیان کرد، تا چند اندازه تازگی داشت؟
ببینید آقای خامنه ای از حدود 15 سال پیش از زمانی که عبدالله نوری رو محاکمه کردن که از این سیاست خاورمیانه ایران انتقاد کرد، گفت عرفات هم خائن بود هم احمق. مدت خاص جمهوری اسلامی موقعی که میگه محور مقاومت منظورش حماس هست، حزب الله لبنان و جهاد اسلامی. سایر گروه های اسلامی رو همچنان که در حرفای امروز آقای خامنه ای دیدید نه تنها رد میکنه، بلکه آقای خامنه ای به صراحت اونها رو خائن میدونه. بنابراین این یک نگاه فرقه ایست به تحولات و مبارزات مردم فلسطین. سپاسگزارم مهدی مهدوی آزاد که از بن آلمان با ما صحبت میکردن. در گزارشی دیگر، یک هواپیمای مسافری با حدود 100 سرنشین در نزدیکی فرودگاه کراچی پاکستان و در منطقه مسکونی سقوط کرده. مقام ها میگویند دست کم 11 نفر جانشان را از دست دادند. لحظاتی قبل خبرگزاری رویترز گزارش داده که یکی از مسافران از سقوط هواپیما جان سالم به در برده. هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان بوده که قرار بود از لاهور به فرودگاه محمد علی جناح در کراچی برود. در بیمارستان کراچی وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و امدادگران در محل حادثه حضور دادن. اجازه بدید یک بار دیگر با حمیدرضا زیدی صحبت بکنیم، روزنامه‌نگار که از اسلام آباد با ما هستن. آقای زیدی، چه جزئیات تازه‌ای داریم از این حادثه؟ بله، جزئیات تازه‌ای که اکنون به دست ما رسیده اینه که تعدادی از مسافرینی که سوار بر هواپیما بودن آنها جان سالم به در بردن، اما جراحات زیادی به آنها وارد شده. یکی از این مسافران رئیس بانک پنجاب بوده که از لاهور به کراچی می اومده و درباره اون این خبر رسیده که جراحاتی که بهش وارد شده اون رو در بیمارستان بستری کردن. و یک تعداد دیگری هم از مسافرین، چون که هواپیما نزدیک به فرود بود و تنها 1 کیلومتر با زمین فاصله داشت، زمانی که این سقوط کرده فقط 1 کیلومتر در فضا بوده و ممکنه که تعدادی از مسافرینی که سوار بر هواپیما بودن به خاطر مساحت زمین با هواپیما به خاطر اون جان سالم به در برده باشن، اما اون افرادی که در خانه های خود بودن در اون و آنها زیر آوار ماندن ممکنه که تلفات آنها بیشتر باشه. آقای زیدی ممنون میشم اگر که کوتاه اصلا خود ماجرا رو بگیرید، چه اتفاقی افتاد، چرا این هواپیما سقوط کرد؟ بعد این هواپیمای امروز از شهر لاهور برای مراسم عید به کراچی می اومدن مسافرین. این هواپیما در نزدیکی فرودگاه کراچی یکی از موتوراش بسته شد و خلبان به برج مراقبت بهشون خبر داد که من موتورم کار نمیکنه و خواهان فرود اضطراری شد. فرودگاه کراچی آماده برای فرود اضطراری بود، اما خلبان هواپیما توان کنترل هواپیما را نداشت و در 1 کیلومتری فرودگاه این در یک منطقه مسکونی این سقوط کرد. سپاسگزارم حمیدرضا زیدی که از اسلام آباد در پاکستان صحبت می‌کردند. چین میگوید در پی بحران شیوع ویروس کرونا که پیشبینی وضع اقتصادی در این کشور و در جهان را دشوار کرده، نرخ رشد اقتصادی خاصی برای امسال تعیین نمی‌کند. اقتصاد چین در 3 ماهه اول امسال 7% تحلیل رفته. در بریتانیا دولت برای تازه واردان به کشور که خود را 14 روز قرنطینه نکنند جریمه بی سابقه تعیین کرده و در برزیل در آمریکای جنوبی بحران شیوع ویروس کرونا به سطح تازه‌ای رسیده و شمار تلفات از 20,000 نفر هم گذشته است. کسرا ناجی از پیامدهای شیوع کرونا در گوشه و کنار جهان گزارش می‌دهد. کنگره ملی خلق چین، مجلس قانونگذاری کشور، اجلاسی که به علت شیوع کرونا 2 ماه به عقب افتاده بود. در ماه‌های اول امسال نزدیک به 5,000 نفر به گفته این مقام‌های کشور جانشان را از دست دادن و اقتصاد کشور 7% کوچکتر شده است. حالا مقام های کشور میگویند به علت غیر قابل پیش بینی بودن وضع اقتصادی کشور و اقتصاد جهانی نرخ رشد خاصی را برای سال آینده تعیین نخواهند کرد. این در شرایطی که در گوش و کنار کشور وضع به علت شیوع ویروس کرونا هنوز بحرانی است. در آن طرف دنیا در برزیل هم اوضاع بحرانی است و دارند بیمارستان های صحرایی ایجاد می کنند. تعداد تلفات از 20,000 نفر گذشته است، بالاترین رقم در کشورهای آمریکای لاتین. رئیس جمهوری کشور که همین 2 ماه پیش میگفت کرونا مشکلی نیست، حالا با چشم اندازه در هم شکستن اقتصاد کشور روبروست.
این کارکنان بیمارستان که میگویند دو ماه از حقوق نگرفتند. این پرستار میگوید پرستارها لباس و لوازم حفاظتی ندارند و اگر به کرونا مبتلا بشوند کسی نیست که از آنها حمایت کند. در بریتانیا طبق معمول هفته های گذشته ساعت 8 شب پنجشنبه ها مردم از خانه هایشان بیرون آمدند تا برای کارکنان بیمارستان دست بزنند و از آنها تشکر کنند. بریتانیا ماه گذشته 75 میلیارد دلار از بانک مرکزی برای کمک به کسب و کارهای تعطیل شده وام گرفته است. دو برابر آنچه که پیش بینی شده بود. و امروز اعلام شده که تازه واردان به کشور باید خودشان را 14 روز قرنطینه کنند یا 1200 دلار جریمه بدهند. در آمریکا که شاهد بزرگترین تعداد تلفات کرونا در دنیاست، دونالد ترامپ رئیس جمهوری به دیدن یکی از کارخانه‌های شرکت اتومبیل سازی فورد رفت که کارش را به تولید دستگاه‌های تنفسی تغییر داده. او به خبرنگاران که پرسیدند چرا ماسک نزده گفت هنگام بازدید ماسک زده بود، اما جلوی خبرنگاران نمی‌خواهد با زدن ماسک آنها را خوشحال کند. و این عکس هم بعداً منتشر شد از او با ماسک. کسرانجی بی بی سی. و در رابطه با شیوع ویروس کرونا، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از 2311 مورد جدید ابتلا و 51 مورد مرگ بر اثر کرونا در 24 ساعت اخیر خبر داده. بر اساس آمارهای رسمی ایران، شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا از آغاز انتشار آمار به 131652 نفر رسیده است. در پی هشدارها درباره گسترش شیوع کرونا در استان خوزستان در جنوب ایران، استاندار این استان اعلام کرده نماز عید فطر در استان خوزستان برگزار نخواهد شد. در افغانستان هم با شناسایی 542 مورد جدید ابتلا، شمار مجموع مبتلایان قطعی کرونا به 9216 نفر رسیده. فیروزالدین فیروز وزیر بهداشت امروز گفته در شبانه روز گذشته 12 نفر از مبتلایان جان باختند که شمار قربانیان کرونا در جمهوری اسلامی افغانستان را به 205 نفر میرساند. وزیر حج و اوقاف هم گفته کسانی که علائم بیماری کووید 19 را دارند از شرکت در نماز عید فطر خودداری کنند. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه از بی بی سی در لندن. آیت الله خامنه‌ای خواستار گسترش به گفته او عرصه جهادی گروه‌های فلسطینی علیه اسرائیل شده. در جریان یک سانحه هوایی در کراچی پاکستان، یک هواپیمای مسافربری با بیش از 100 مسافر روی ساختمان‌های مسکونی سقوط کرد. حداقل 11 نفر هم کشته شدند. در ادامه این برنامه، امیدی تازه برای مقابله با بیماری کووید 19، تحقیقات درباره کمبود سلول تی درباره در بدن مبتلایان بدحال ویروس کرونا. آمریکا میگوید از معاهده آسمان‌های باز خارج می‌شود و دلیل خروج خود را هم تخلف روسیه از این پیمان عنوان کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته تا زمانی که روسیه نخواهد به این معاهده پایبند باشد، آمریکا از آن بیرون خواهد ماند. آمریکا به طور رسمی 6 ماه دیگر از این معاهده خارج می‌شود. 34 کشور در سال 2002 این پیمان را امضا کردند که بر اساس این کشورهای عضو اجازه پیدا می‌کنند بر فراز آسمان دیگر اعضا پروازهای تجسسی انجام دهند تا مطمئن شوند اعضا قصد حمله نظامی به یکدیگر را ندارند. اجازه بدید که با بهمن کلباسی صحبت بکنیم، خبرنگار ما که از نیویورک با ماست. بهمن، اهمیت این توافق در چه بود؟ یه مقداری از اهمیتش نسبت به سالهایی که این ایده شکل گرفت بوده، 65 سال پیش و سال 2002 که امضا شد، کاهش پیدا کرده، چون اون زمان بیشتر برای این بود که کشورها اشتباه محاسباتی نکنن، اجازه داشته باشن پروازهای تجسسی انجام بدن و مطمئن بشن که رقیبشون در منطقه یا مخصوصا بین بلوک‌های شرق و غرب در اون زمان دنبال حمله نظامی نیست و در نتیجه یه مقداری از خطر احتمالی یک برخورد به اصطلاح بر اساس محاسبه اشتباهی کم بکنن. ولی الان با توجه به دسترسی همه کشورها، بیشتر کشورها به تصاویر ماهواره‌ای و همچنین حتی شهروندان به تصاویری که افراد میتونن توی گوگل ببینن، خیلی از این کاربرد اون معاهده کم شده. ولی همزمان همچنان کشورهای مخصوصا کشورهای اروپایی ازش استفاده میکنن برای اینکه نگرانی‌هایی دارن در مرز شرقشون با روسیه و در نتیجه خروجش از دید اونها قدم مثبتی نیست. در این حال نگرانی رو ایجاد میکنه که یکی دیگر از معاهدات بین‌المللی کنترل سلاح و کاهش خطرات
مقابله نظامی هم الان دوباره دوچار بحران شده، مثل برجام، مثل معاهده موشک های میانبرد هسته‌ای که آقای ترامپ ازش خارج شد بین روسیه و آمریکا. در نتیجه یک به اصطلاح فضایی رو ایجاد میکنه که ممکن است این اتفاق دوباره تکرار بشه، مخصوصا در مورد معاهده استارت که روسیه و آمریکا بهش متعهد هستن که تعداد سلاح‌های هسته‌شون رو زیر 1550 نگه دارن. اون هم 6 ماه دیگه، نزدیک 7 ماه دیگه منقضی میشه و باید اگر دو کشور بخوان تمدیدش بکنن. آقای ترامپ گفته امیدوار با خروج از این معاهده در واقع زمینه رو برای مذاکره با روسیه برای یک عهدنامه جدید در واقع فراهم بکنه. چقدر احتمال داده میشه چنین بشه؟ نه تنها دموکرات‌ها که منتقد آقای ترامپ هستن میگویند چنین نخواهد شد و نشانی هم از یک گفتگوی جدید بین روسیه و آمریکا وجود نداره. حتی بعضی از به اصطلاح کارشناسان در درون کاخ سفید هم به گزارش روزنامه نیویورک تایمز که برای آقای ترامپ کار میکنن امید چندانی ندارن که این منجر به توافق بشه. یادمون باشه آقای ترامپ دقیقاً همین جمله رو وقتی از دو معاهده قبلی از جمله برجام خارج شد گفت که ایران و روسیه خواهند آمد، توافق بهتری خواهد شد و هیچ کدوم اتفاق نیفتاده و در نتیجه بعیده اینجا هم رخ بده. مخصوصا دموکرات‌ها دارن میگن این یک گل به خودی است با این خروج، برای اینکه این معاهده است که همچنان کاربرد داره و اهمیت داره برای کاهش ریسک مقابله نظامی. سپاسگزارم. بهمن کرباسی خبرنگار ما که از نیویورک صحبت می‌کرد با ما. در ادامه چند خبر دیگر. یکی از پسران جمال خاشقچی گفته قاتلان پدرش را از طرف خانواده خاشقچی میبخشد. صلاح‌الدین خاشقچی در توییترش گفته این بخشش برای عید فطر بوده. خدیجه چنگیز نامزد آقای خاشقچی هم به این اقدام اعتراض کرده و گفته کسی حق بخشش قاتلان آقای خاشقچی را ندارد. جمال خاشقچی روزنامه‌نگار و منتقد حکومت عربستان سعودی بود که حدود 2 سال پیش در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد. حکومت عربستان در نهایت قتل را اقدامی خودسرانه خواند و اعلام کرد که عاملان قتل را که از نیروهای امنیتی یا دولتی عربستان سعودی بودند مجازات خواهد کرد. محمود صادقی نماینده مجلس ایران در توییترش با اشاره به پاسخ وزیر دفاع به سوالش در مورد دلیل شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین گفته تخطی اپراتور از ضوابط و عدم ارتباطگیری و اتکا به اطلاعات مبهم دلیل شلیک به این هواپیما بوده. پرواز 752 اوکراین صبح روز چهارشنبه 18 دی دقایقی بعد از بلند شدن از فرودگاه بین‌المللی تهران سقوط کرد. ایران بعد از 3 روز اعلام کرد که پدافند سپاه پاسداران این هواپیما را به گفته یه مقامات به اشتباه سرنگون کرده. در این حادثه 176 نفر کشته شدند که بیشترشان ایرانی بودند یا تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی داشتند. در ایران سازمان امور مالیاتی مبلغ عوارض خروج از کشور را برای امسال اعلام کرده. بر این اساس عوارض سفر اول برای هر مسافر 264,000 تومان است که برای سفر دوم 50% و برای سفر سوم 100% افزایش پیدا خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا تصمیم چین برای اعمال قانون امنیت ملی در هنگ کنگ را فاجعه آمیز خوانده. پیشتر رئیس اجرایی هنگ کنگ گفته بود از تصمیم پکن برای اعمال قانون امنیت ملی استقبال می‌کند. او گفته این قانون روی حقوق و آزادی‌های مردم در هنگ کنگ تأثیری نخواهد گذاشت، اما تصریح کرده که طبق مقررات جدید برخی از فعالیت‌های سیاسی هدف قرار گرفته می‌شود. بر اساس این قانون هر گونه اقدام برای براندازی و مبارزه برای استقلال هنگ کنگ ممنوع خواهد بود. این قانون در هنگ کنگ مخالفت‌های شدیدی در پی داشته و مخالفان می‌گویند تصویب آن عملاً به معنای پایان خودمختاری هنگ کنگ خواهد بود. و تشکیلات خودگردان فلسطینی از قطع همکاری‌های اطلاعاتی با آمریکا خبر داده. صاحب بریقات از مقام‌های ارشد این تشکیلات با تایید این خبر گفته این اقدام در اعتراض به برنامه دولت اسرائیل برای ضمیمه کردن بخشی از کرانه غربی رود اردن صورت گرفته. نخست وزیر اسرائیل گفته روند ضمیمه کردن بخشی از سرزمین‌های اشغالی در تابستان امسال آغاز خواهد شد. پیشتر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده بود تفاهم‌نامه‌های گذشته با اسرائیل و آمریکا را به حالت تعلیق در می آورد.
پژوهش‌های تازه حاکی است بیمارانی که بیشترین آسیب را از بیماری کووید 19 دیدند، تعداد یکی از سلول‌های ایمنی به نام سلول تی در بدنشان پایین بوده. دانشمندان بریتانیایی و پزشکان در حال انجام آزمایش‌های بالینی برای افزایش این سلول‌ها در بدن بیماران بدحال و کمک به درمان بیماران مبتلا به کووید 19 هستند. ویکتوریا گیل گزارش می‌دهد. بیماری کووید 19 در مورد عده‌ای از بیماران بی‌رحم است. درمان خاصی هم برایش نیست. آزمایش نمونه خون‌هایی که از 60 بیمارستان تهیه شدند، سرنخ مهمی را نشان دادند. بیمارانی که علائم شدیدتری داشتند، تعداد یکی از سلول‌های ایمنی بدنشان به نام تی سل پایین بوده. یک نوع خاصی از سلول تیه، نوعی که برای ایمنی در مقابل این بیماری نیازه. این بیمار رو دچار مشکل اساسی میکنه. این به ما در تشخیص بیماری و همینطور پیدا کردن آزمایش مناسب برای تشخیص وضعیت این سلول خاص کمک زیادی میکنه. با اندازه‌گیری تعداد این سلول‌ها با این آزمایش خاص می‌توان فهمید که آیا کسی در شرف ابتلا به بیماری هست یا نه. این حتی ممکن است به کشف درمان مناسب منجر شود. حالا دانشمندان بریتانیایی و پزشکان در حال انجام یک آزمایش بالینی روی دارویی به نام IL-7 هستند که نشان داده به افزایش تعداد سلول‌های ایمنی کمک می‌کند که کووید 19 آنها را از بین می‌برد. من در بخش مراقبت‌های ویژه از بیمارانی نگهداری می‌کنم که حالشون خیلی وخیمه. ما هیچ درمان کارآمدی در مقابل این بیماری نداریم. اما آزمایش‌ها نشون داده که این دارو می‌تونه تعداد این سلول‌های ایمنی را بالا ببره و روی فعالیتشون تأثیر بذاره. امیدواریم که این بتونه به درمان کووید 19 کمک کنه. هنوز چیزهای زیادی هست که دانشمندان و پزشکان باید در مورد تاثیر این بیماری بر کاهش سلول‌های ایمنی در بدن بفهمند. این سرنخ و داروی جدید ممکن است شیوه جدیدی را برای مبارزه با آن ایجاد کند و باعث امید در بیماران مبتلا به کووید 19 شود. ویکتوریا گیل، بی بی سی نیوز. از همه شما تماشاگران این بخش خبری به ویژه آنهایی که از طریق یوتیوب این بخش رو ملاحظه کردید سپاسگزارم. یادآوری می‌کنم برای تازه‌ترین خبرهای مرتبط با ایران، افغانستان و جهان می‌توانید به وبسایت ما مراجعه کنید. bbcpersian.com صفحه ویژه پوشش خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در جهان هم افتتاح شده در وبسایت ما، آن را هم مطالعه کنید. bbcpersian.com به صفحه شبکه‌های اجتماعی ما هم سر بزنید. در اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و ساوندکلاود دنبال bbc پرژن بگردید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی شما.